ممنوع و پرحاشیه تو جهان که داستان خلقت کل دنیا رو به نمایش می‌ذاره. گیلاسی سلام، امروز حتی فیلم مادر مطلب 2017 رو آوردم که وقتی اومد یکی از پرحاشیه ترین شد و کلا به خاطر اینکه دین و مذهب و زیر سوال برد خیلی مورد بحث قرار گرفت. اولی که الان گذاشته بودنش مطابق خاطر کپی رایت همون اول برداشتم، شاید توی تلگرام دیده باشیدش. ولی خب توضیحات الان خیلی کامل تر نسبت به اون موقع، برای همین پیشنهاد می‌کنم حتما یه بار دیگه این ویدیو رو ببینید. بریم هم ببینیمش. حواستون به صورت کامل صحنه خشنشم باشه. فیلم مادر با نمایش دادن یک زن که در حال سوختن توی آتیش شروع میشه. در سکانس بعدی مادر رو می‌بینیم که در حال نگاه کردن به یک جواهر و خون اون مادر رو می‌بینیم که از سوختگی کامل داره احیا میشه. از اینجا این مادر رو با نام نویسنده صدا می‌کنیم. در و پنجره ها همه رنگ تازگی به خودشون می‌گیرن و برای زن رو می‌بینیم که دنبال همسرش توی خونه می‌گرده. اسم این زن رو هم مادر می‌ذاریم. بعد از جستجو به در ورودی خونه میرو می‌بینیم که دور تا دور خونه هیچی جز علفزار نیست و همون لحظه همسرش پشت یک ظاهر میشه. مادر از همسرش راجع به کتابی که داره می‌نویسه سوال می‌کنه و می‌فهمیم نویسنده برای پیدا کردن موضوع به مشکل خورده. در سکانس بعدی مادر رو می‌بینیم که در حال پیدا کردن رنگ مورد علاقه‌اش برای رنگ کردن دیوار و وقتی دستش رو روی دیوار می‌ذاره حس می‌کنه که صدای قلب خونه رو می‌شنوه. اینجا می‌فهمیم که فیلم پر از مفاهیم ماوراءطبیعی است. مادر به اتاق کار نویسنده میره و می‌بینیم که اون همچنان برای پیدا کردن موضوعش مشکل داره و ناگهان کسی به در خونه می‌زنه. بعد از باز کردن در آشنایی با مردی که خودش رو جراح ارتوپد معرفی می‌کنه، نویسنده به گرمی استقبال خودش نشون میده و اون رو برای صرف چای به خونه دعوت می‌کنه. مادر هیچ تمایلی به این کار نداره و یه لحظه سرش گیج می‌ره و حس می‌کنه خونه خودش که بچه‌شه در خطره. بعد از یه صحبت مختصر مرد می‌خواد از خونه بره که با اصرار نویسنده شب رو اونجا می‌گذرونه. مادر به زیرزمین میره تا ملافه برای مرد مهمان بیاره و توی زیرزمین متوجه شکل عجیبی روی دیوار میشه که مثل یک دره، اما بهش توجهی نمی‌کنه. وقتی به خونه برمیگرده مرد و نویسنده رو توی اتاق کار می‌بینه در حالی که نویسنده داره در مورد جواهر مورد علاقه‌اش توضیحاتی میده، اینکه چقدر واسش مهمه و از جونش بیشتر ازش مراقبت می‌کنه. دلیل این اهمیت رو هم اینگونه بیان می‌کنه که در جوونیش خونه‌اش آتیش گرفته و همه چیز رو غیر از این جواهر از دست داده. در صحنه‌های بعدی مادر با شنیدن صدای سرفه مهمان متوجه مریضی اون میشه. صبح روز بعد مرد رو با لباس راحتی می‌بینیم که میره سیگار بکشه و از اقامتش به شدت راضیه. دوباره صدای در میاد و این بار زنی رو در چارچوب می‌بینیم که خودش رو همسر مرد معرفی می‌کنه. مادر احساس نگرانی چند برابر میشه و نگاه زن هم به اون پر از کین است. در صحبت‌هایی که چهار تا شخصیت با هم دیگه دارن متوجه میشیم نویسنده و مادر قصدی برای بچه دار شدن ندارن که بعداً می‌فهمیم این عدم تمایل از طرف نویسنده هستش. در صحبتی که خانم‌ها با هم دیگه دارن متوجه حسادت شدید زن به مادر میشیم و همینطور میفهمیم که مادر واقعاً عاشق خونه‌ش و دوست داره اونو به بهترین شکل بازسازی بکنه. کم کم به هم ریختگی خونه رو می‌بینه که با ورود زن و مرد شکل گرفته و کلی زباله همه جای اون ریخته شده. همچنین یک اندام بدن رو هم توی توالت خونه می‌بینیم. مادر که یه عکس از همسرش رو توی کیف مرد می‌بینه متوجه میشه اون از قبل نویسنده رو می‌شناخته و از طرفدارای قدیمیش بوده. در صحنه بعد مادر مچ زن رو در حال سرک کشیدن تو اتاق کار همسرش می‌گیره و مردا هم به خونه برمیگردن. مادر تو اولین فرصت قضیه عکس که پیدا کرده رو برای شوهرش توضیح میده و سعی می‌کنه بهش بفهمونه که اینا میتونن خطرناک باشن. اما نویسنده براش توضیح میده که این مرد از طرفدارای پروپا قرصشه و داره می‌میره، اما می‌خواسته قبل از مرگ الگوی زندگیشو ببینه. مادر هم کمی خیالش راحت میشه که ناگهان صدای شکستن چیزی رو می‌شنویم. مادر و نویسنده به سمت اتاق کار میدوئن و زن و مرد رو در کنار جواهر مورد علاقه مرد میبینن که حالا روی زمین افتاده و خورد شده. با عصبانیت شدید نویسنده مادر سریعا همه لوازم مهمونا رو جمع میکنه و وقتی به در اتاقش رو میره تا اونا رو به بیرون همراهی کنه متوجه بیخیالی زن و عدم تمایلش به ترک خونه میشه. همون لحظه پسر اول زن و مرد هم وارد خونه میشه و دنبال پدر و مادرش میگرده. این در حالیه که پسر دوم هم پشت سرش میاره با داد و بیدادی که راه میندازه از مشکلش با تقسیم ارثی که پدرش انجام داده با خبر میشیم. این دعوا بالا میگیره و یکی از پسرها به صورت اتفاقی برادرش رو به قتل میرسونه و سریعا فرار میکنه. بقیه افراد سعی میکنن پسر زخمی رو به بیمارستان ببرن در حالی که مادر به خونه میمونه و گندکاریا رو تمیز میکنه. ناگهان قاتل به خونه برمیگرده و باعث وحشت اون میشه، اما فقط کیف پولش رو برمیداره و دوباره فرار میکنه و همون لحظه نویسنده برمیگرده. با تمام این تراژدی ها مادر فکر میکنه دیگه شر مهمونا کنده شده تا اینکه روز بعد دوباره اونا رو توی خونه میبینه. نویسنده توضیح میده که اونا جایی برای مراسم سوگواری نداشتن و قرار شده مراسم رو اونجا بگیرن. این مراسم هر لحظه تعداد مهموناش بیشتر میشه و همه شروع به تخریب قسمت‌های مختلف خونه میکنن. مادر به شدت نگران و هر گوشه‌ای که میره با چیزهای مثل لوابط جنسی، دستشویی کردن، مشروب خوردن و صدها چیز دیگه مواجه میشه. همه چیز سرعت میگیره و هر لحظه تخریب‌ها هم بیشتر میشن و ناگهان مادر از کوره در میره و با داد و بیداد همه رو بیرون میکنه. بحثی هم بین اون و همسرش شکل میگیره و در آخر با یه رابطه جنسی خشن شب رو به اتمام میرسونن. صبح بعدی نویسنده از خواب بیدار میشه و ناگهان ایده کتابی که میخواد بنویسه رو پیدا میکنه و سری به سمت اتاقش میره و موفق به نوشتن چیزی میشه که به نظر خارق العاده ترین اثرش میاد.
مادر هم با خوندنش به نابغه بودن همسرش اعتراف میکنه و با خوشحالی بهش تبریک میگه. تماس نویسنده با ناشرش منجر به تایید چاپ اثرش میشه و میفهمیم روزنامه‌نگار و خیلی افراد کله‌گونه میخوان ازش استقبال کنن. در سکانس بعد که مثلا مدتی بعد رو نشون میده متوجه حاملگی مادر میشیم. این در حالیه که میفهمیم روز اول نشر کتاب نویسنده است و تو همون روز اول همه نسخه ها هم به فروش رفته. روزنامه‌نگار دم خونه صف کشیدن. نویسنده خیلی خوشحاله که همه تحسینش میکنن، اما مادر به شدت نگران و فقط میخواد تنها باشه. کم کم کلی آدم وارد خونه نویسنده میشن و شروع به دزدیدن لوازم میکنن. همشون هم به مادر میگن که نویسنده گفته همه چیز رو تقسیم کنیم. مادر به شدت عصبی و جلوی هیچ کسو نمیتونه بگیره. ناشر نویسنده به مادر سلام میکنه و توی این همه درگیری و دزدی اونو به عنوان منبع الهام این کتاب معرفی میکنه. دزدیا سرعت بیشتری میگیرن و کم کم آدما به جون همدیگه میافتن و حتی از همدیگه هم دزدی میکنن. این در حالیه که تعداد زیادی جلوی نویسنده هستن و اونو به قدری تحسین میکنن که کارشون شبیه به پرستیدنه. کم کم همه چیز حالت مذهبی میگیره و حتی پارتی توی قسمتی از خونه برقرار میشه. مادر هنوز نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته و فقط تخریب خونهشو میبینه. مادر که میخواد خونه رو برای همیشه ترک کنه، نویسنده جلوشو میگیره و میفهمن زمان زایمان اون رسیده. سعی میکنن از میون جمعیت رد بشن تا به بیمارستان برن که پلیس سر میرسه و به طرز وحشیانه توی خونه دعوا شکل میگیره. مادر که درد چشمش به خاطر گاز اشکاور کمتر میشه، بحرانی که شکل گرفته رو به چشم میبینه و مردم و پلیسا رو به جون همدیگه میبینه که دارن همدیگه رو میکشن. با گذشتن از جمعیت خیلی زیاد خودشو به اتاق میرسونه و با کمک نویسنده بچه رو به دنیا میارن. مادر به شدت میترسه نویسنده در اتاق رو باز کنه و به هیچ وجه حاضر نمیشه بچه‌ش رو به دست اون بسپاره. وقتی میپرسه چرا این آدما بیرون نمیرن، میفهمه این نویسنده است که دوست نداره اونا رو از تحسینش بکشن و ترکشون کنن. مادر بچه رو تو بغلش نگه میداره و سعی میکنه نخوابه تا خیالش از سلامتش راحت بشه، اما لحظه چشمش رو میبنده و وقتی باز میکنه میبینیم که نویسنده داره به سمت بیرون میره و بچه هم بغلشه. همه که به اون میرسه میبینه بچه توسط مردم ازش گرفته شده. مردم رو میبینیم که بچه رو روی دست بلند کردن و بهش درود و صلوات میفرستن و اونو از کلی مراسم رد میکنن که ناگهان صدای شکستن گردن بچه میاد و جمعیت ساکت میشه. مادر خودش رو به جلوی جمعیت میرسونه و جنازه تیکه تیکه شده بچه‌ش رو میبینه، در حالی که مردم شروع به گریه کردن میکنن و فردی که مثلا راهبشونه شروع به موعظه میکنه. حتی تعدادی از مردم رو میبینیم که دارن گوشت اون بچه رو میخورن. ناگهان همه شروع به کتک زدن مادر رو توهین بهش میکنن و حتی لباساشو از تنش درمیارن. نویسنده سری همه رو جدا میکنه و مادر رو در آغوش میگیره. مادر با گریه میگه اونا بچه‌مو کشتن، اونا زندگیمو نابود کردن. اما نویسنده میگه شاید این اتفاق بتونه مردم رو تغییر بده، که مادر میفهمه هنوزم همسرش نمیخواد این آدما رو از خونه بیرون کنه. این میشه که با عصبانیت بلند میشه و شروع به تهدید کردن همه میکنه و یک فندک برمی‌داره رو به سمت زیرزمین خونه و همون دری که قبلا پیدا کرده بود میره. با باز کردن در خودش رو به مخزن سوخت میرسونه و اون رو باز میکنه تا خونه رو آتیش بزنه. نویسنده خودش رو به اونجا میرسونه و میگه من دوستت دارم. مادر میگه من بهت همه چیز دادم ولی هیچ وقت برات کافی نبود و خونه رو منفجر میکنه. بعد از سوختن همه چیز میبینیم که نویسنده هنوز زنده است و مادر رو در آغوش میگیره. بعد از کمی صحبت میبینیم که از مادر یک جواهر به دست میاد که دقیقاً شکل همون چیزیه که زن و مرد چیکونده بودن و باعث این بدبختی شدن. به عنوان سکانس آخر فیلم زنی جدید رو میبینیم که روی همون تخت خواب دیدن شده باشه، ولی خب الان قشنگ‌تر همین جاست که فیلم به پایان میرسه. باید بگم که کلا اسم شخصیت‌ها مشخص نیست، حتی توی کردیت فیلم هم به همین شکلی من گفتم، یعنی نویسنده، مادر، مرد، زن همینطوری نوشته میشه. اما در اصل نویسنده همون خدایی که داره دنیا رو خلق میکنه. هر بار که یه کتاب میخواد بنویسه یه جهان جدید داره خلق میکنه و کلا از اول انگار همه چیز شروع میکنه. مادری که ما دیدیم در اصل طبیعته، همون مادر طبیعت که میگن، مادر نیچر، و همون کلا طبیعت خودمون که انقدر خونه یا همون زمین رو دوست داره، صدای قلب زمین رو میشنوه، به همه اهمیت میده، برای همه واقعا ارزش قائله، ولی خب آدم هایی که بعدن میان هیچکدوم بهش اهمیت نمیدن و همه اون رو نابودی میرسونن. حتی اون خدا یا همون خالقش هم کم کم اون ارزش اون رو فراموش میکنه و بیشتر درگیر همون مخلوقات دیگه‌اش میشه. اون مرد پزشکی که اومدهش در اصل حضرت آدم و همترش هم حوا. اون سنگی هم که تو اتاق همون نویسنده یا خدا بود و میگفت بهش دست زنید، همون میوه ممنوعه بود. هر چقدر هم که طبیعت میگفت اینا خوب نیستن، باز نویسنده قبول نمیکرد و حتی وقتی اون میوه ممنوعه رو خوردن بازم نذاشت خونه اخراج بشن و به همسرش همون طبیعت میگفت اب نداره، بذاری برای ببخشیمشون. خب واضحه بچه‌هاشون هم که عمرن همون هابیل و قابیل بودن و یکیشون در آخر اون یکی رو کشت و کم کم کلا تمام انسان‌ها به دنیا اومدن با همون شادی‌هاشون، با همون غم‌هاشون، با درگیری‌هاشون، شورش‌هایی که راه مینداختن، جنگ‌هایی که میشد، همه اینا رو ما تو همون خونه کوچیک داشتیم تماشا می‌کرد. تو همه مراحل هم هی طبیعت به خدا میگفت بس کن، اینا رو بیرونشون کن، دارن همه چیمون رو نابود میکنن. اما باز خدا میگفت ولشون کن، ببخششون. و همش هم انگار دنبال همون شهرت بود، دوست داشت پرستیده بشه، دوست داشت که بقیه اونو به عنوان یه خدا ببینن، به عنوان یه نویسنده. خلاصه که انقدر به حرف طبیعت گوش نداد که به آخر فیلم رسید و کم کم همه جای خونه داشت نابود میشه. اول لوله ها تری
ترکید، بعد همه جا آتیش گرفته شد و در نهایت طبیعت بچه خودش رو به دنیا آورد که همون مسیح میشه. مسیح هم آدمو زدن کشتن وقتی داشتن جابجا میکردنش. وقتی هم که مسیح مرد دیگه طبیعت نابود شد و در نهایت دیدیم که رفت پایین، رفت توی همون زیرزمینه و خودش رو تمام زندگیش رو با آتیش کشید. یعنی زمین رو به نابودی کشید. هم اتفاقی داره میفته، کرونا اتفاقی که طبیعی که میاد، زمین داره نابود میشه. همه چیزو با خودش سوزون تا فقط تموم شه این قضیه. اما دیدیم که باز نویسنده روز بعد یه زن دیگه کنارش بیدار شد. انگاری یه داستان دیگر رو خلق کرد یا همون خدا یه طبیعت و زمین دیگر رو ساخت. یه سمبول دیگه شو بخوام بگم، اونجایی که دکتر رفت توی دستشویی و هی بالا می آورد و دیدیم که این قسمت دنده‌هاش ترکیده بود. کلاً توی کتاب‌های آسمانی میگن که حضرت حوا از دنده حضرت آدم خلق شد و برای همینه که وقتی این اتفاق براش میفته تو سکانس بعدی میبینیم که زنش میاد دم خونه. خلاصه که میگم این فیلم واقعا زیبا میاد دنیا رو به ما نشون میده و اینکه آدم ها چجوری دارن طبیعت رو نابود میکنن و همش خدا داره میبخشدشون، ولی در نهایت طبیعت ممکنه که همه چیز رو از همشون بگیره. میگم یکی از قشنگترین فیلم هایی هست که تو زندگیم دیدم و فکر کنم تا حالا 4-5 بارم تماشا کردمشون. از بار دوم تازه قشنگ درک میکنید تمام سمبول هایی که تو فیلم استفاده میشه رو. میگم هرچی که به فیلم فکر میکنم کلا هی چیزهای مختلفی تو ذهنم میاد، برای همین پیشنهاد میدم حداقل یه بار ببینیدش و خیلی درک قشنگی رو بهتون از زندگی و دنیا میده. دیگه همین، ببخشید زیاد حرف زدم. لایک کامنت ساب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. روزتونم گلسی.